یه گریز ریزی هم بزنیم به نات کوین قیمت نات کوین تی یا همون توکن جنریشن ایونت این بچه ها نگاه کنید الان یه دونه کارت تیر سه خب یه نکته مهم بهتون بگم برای شکار ایلو ویو. این از پایرت نیشن بیشتر پول میده بیشتر اون 100 میلیونی که تقریبا فکر کنم 3 میلیون دلاریشیم اونایی که داخل ایردراپ بابل شرکت کرده بودن به مدت خب تو لیگ آخر پرافیتش 2 میلیونه برای اینکه سکات هم بیشتر بشن درآمد روزانه بیشتر بشه پول خرج میکنی داخل سلام عرش کنید تک خوش اومد به کانال خودتون من سایده جولا هستم اینم که کانال خودتون رو به کاناله. تکنولوژی خوش اومد میگم به رفقایی که بار اول کانال رو دنبال میکنید اینجا کسب درامده واقعی رو بهتون آموزش میدیم دتک بیشتر از هفت سالی که داره فعالیت میکنه داخل این حوزه و ما شناخته شده ایم چند تا ویدیو ببینه کامل دستت میاد که سبک کار ما چیه چقدر اثبات و برداشت گذاشتیم و خلاصه از خوندن کامنت و چیزهای دیگه همه چیز دستت میاد و خوش اومدی به جمع ما. خب دوستان بسم الله الرحمن الرحیم ویدیو امروز هم شروع می‌کنیم طولانی چند بخشه. اون بخشیه که نیازداری ببین. اما قسمت همسترش رو همتون بیبره برگشت نگاه کنید. اطلاعات اطلاعات نویه. و شاید خیلی اصلا از کنارش خیلی ساده گذشتن اما اگه دقیق نگاه کنید می‌بینید که قضیه سکه و پروفیت ممکنه اصلا اون کوین اصلی نباشه. حالا براتون توضیح میدم. یادتون نره بچه حتما ویدیو دیشب رو ببینید. از یه کیف پول حل شد بالاخره. درست کیف پول واس کنید این خیلی مهمه. و اما اول سری کمبو کد امروز رو بزنیم تو یه دقیقه کانال تلگرام اونم هم مثل همیشه فالو کنید یادتون نره آدرس کانالمون داخل توضیحات ویدیو هست خب اول بریم سری داخل تب ارن این صد هزار بگیریم از ویدیو یه دیروز دیلی ریوارد امروزم هم یه میلیون شد فردا پنج میلیونش آزاد میشه و کارتای امروز اولین جایی که میریم میریم داخل قسمت مارکت دریوتیوز رو بعد باز کنیم برای این چی میخواد مارجین x 20 لول 9 میخواد مارجین x 20 لول 9 اینجاست خود مارجین x 20 چی میخواد x10 میخواد تو لول 5 که باید شی کوین رو اینجا 5 بار آپدیت کنیم 2 3 4 و 5 خب باز شد حالا اینو 5 بار آپدیت میکنیم 1 2 4 و 5 خب حالا باز شد حالا اینو چند بار آپدیت میکنیم 9 بار باید اینو آپدیتش کنیم یه بار 2 7 8 و 9 خب دریوتیوز برامون آزاد شد این میشه کارت اول ما این یک کارت دوممون چیه میریم داخل قسمت لیگ لایسنس ژاپن رو باید بگیریم لایسنس ژاپن قفل یه نفر رو باید حتما دعوت کنید تا باز بشه و کارت سومم پردیکشن مارکت که داخل قسمت خود مارکت اینو باید باز کنید که اینم دو نفر دعوت میخواست کلا این سریش اونایی که دعوتی ندارن نمیتونن انجامش بدن پس تا کارت چی شد لایسنس ژاپن دیریوتیوز به اضافه پردیکشن مارکت این ستا رو حتما باید بگیرید که 5 میلیونه امروزتونم دریافت کنید کد سایفر هم طبق روال هر روز تو کامنت اول پین میشه براتون دیشب یک یک ساعت زودتر اومد ساعت نیم شب اومد همون موقع براتون گذاشتیم حالا امشب هم اگه دهانیم اومد نیم میذاریم نهایت تا دوازده شب میره تو کانال و اما بحث اصلی ویدیومون قضیه این که آقا کدومش بالاخره پرافیت یا سکه خودشون خب خیلی واضح گفتن پرافیت مهمتره اما میخوام یه چیزی دیگه بهتون بگم خودتون دو, دو تا چارتا کنید ببینید کدومش بیشتر با عقلتون جور در میاد یه گریز ریزی هم بزنیم به ناتکوین قیمت ناتکوین دوباره شروع به رشد کرده و این چند روز خوب داره پیش میره با اینکه بازار نزولیه ولی نات کوین سعودیه خیلی جالبه و نشونه خیلی خوبیه بچه ها. این برا همستر خیلی خوبه اگه کوینی در کار باشه و بیاد که 99.9 درصد قطعا میاد همین الانم هم بهتون نشون دادم بذارید معاملاتش سری بهتون نشون بدم تو صرافی گیت آیو که بهتون گفتم پریمارکت برای اینه که قبل از عرضه یه توکن مردم توش بتونن معامله کنن حالا اینجا یا ارزون تر گیرت میاد یا گرونتر تر بهت میندازن این دیگه شانس خودته قیمتش هم پایین ترینش بابت هر یه دونش سه صفر یک بالاترین قیمتی که گذاشتن 500 هزار دلار بابت هر یه دونش من فاز این یه نفر رو میخوام بدونم چی بوده آخرین قیمتی هم که گذاشتن بابت هر یکی 400 دلار بوده و خیلی واضح بهتون بگم اصلا بینا دل نبندید هر که هر جور دوست داره قیمت میده پریمارکت اصلا ارزش اطلاعاتی نداره فقط یه سنخیتی میبخشه به کوین اصلی که پس فردا لانچ بشه آقا حالا چیو میشه برداشت کرد چی قرار برداشت بشه اگه یه ذره دقیقتر به رودمپش نگاه کنیم که تا امروز تک تک به همه چیزایی که گفته عمل کرده الان کجاییم الان اینجاییم جوانه تو جوان گفته بودن که ولتمون رو قرار اجازه بدیم وصل کنیم که دیشب بتون آموزش دادیم ولت وصل کردنش اوکی طبق برنامه گذاشتن بعد از اون گفتن که پری مارکتش رو میخوان راه بندازن که البته اینجا نوشته پری لیستینگ فرقی نداره احتمال 99 درصد همونه که اینم انجام دادن ماه آینده ما یه تی جی ای داریم یه دونه توکن این گیم یوتیلیتی لانچ داریم دقت کنید اینجاست که قضیه پیچیده میشه TGE یا همون توکن جنریشن ایونت به زمانی گفته میشه که یه دونه کوین داخل یه بلاک چین خلق بشه و در اختیار عموم قرار بگیره آقا این کوین جولا برید بخرید و همین سادگی پس لانچ کوینش داخل جولای اتفاق میفته برای عموم اگر همین جور دقیق بخواد جلو بره ما دیگه نهایت 30 روز 35 روز دیگه حالا کمتر یا بیشتر کوینش رو میبینیم که it. اما سر ما چی میاد خب این کوین همستره حرفی نزده که این کوین شماست نگفته آقا اردراپش چه جوری قرار پخش بشه ببین هیچ جایی صحبت نکرده اما این پایین نوشته توکن این گیم یوتیلیتی لانچ این یعنی چی یعنی سکه داخل بازی من یه مثال براتون میزنم بذارید اینجور براتون توضیح بدم من یه بازی ساختم که داخل شما رئیس صرافی تو این صرافی از طریق آپدیت کردن کارتاتون با کوینایی که تو بازی هر روز از دو طریق ضربه زدن یا آپدیت کردن کارت های من به دست میارید این کوین رو میتونید زیاد کنید حالا منی که میخوام بینتون ارده پخش کنم کدومش اقلانی تره اینو شما بگید تو کامنت ها. یک بیام بهتون بگم آقا پرافیت هر چقدر داشتی همون کوینات همون بیا برداشت کن یا مثلا بگم آقا دو صف از پرافیتت میزنم رقم این رو بیا برداشت کن یا نه بگم آقا تعداد کوینات کوین اصلیه سه تا صف مثلا اینجا میزنم چهار تا پنج تا هر چقدر که خودشون صلاح دیدن و به تو اجازه برداشت بدم کدومش با بیشتر جور در میاد کامنت کنید حالا یه چیز دیگه میخوام بهت بگم طبق وایت پیپر که گفته توکن این گیم یوتیلیتی لانچ این توکنه قرار نیست توکن بالایی باشه این توکنه ممکنه یه توکن دیگه باشه منظورم چیه منظورم اینه که مثال میزنم این دوتا کوین کاملا بیارزش باشن ولی تبدیل بشن مثلا بگه آقا کوین توی بازی اسمش دلاره کوینی که من لانچ کردم تو بازی اسمش همستر حالا برای برداشت همستر باید دلارایی که تو بازی به دست و با فلان ذریب تبدیل کنی که احتمالا یه محدودیتی هم خواهد داشت مثلا میگه آقا هر یوزر روزانه فرض کنید 100 تا هزار تا 100 تا کوین بیشتر حق برداشت نداشته باشه تبدیل کنه و بعد اونها رو از ولتش ویدرا کنه هر چقدر که میخواد برداشت کنه این حالت گیم بودن ها بچا ببینید بهتون گفتم همستر شبیه نات کوین نیست نات کوین اصلا پلنش کلا متفاوت بود البته نات کوین الان داره میره به سمت استک کردن پروژه های دیگه یه سری خبرهای جالب شد حالا بعدا برای براتون ویدیوشو میذارم اما همستر بحثش روی گیم بودنه همچنان رودمپش اگه دقیق تر بخونیم میبینیم بعد از اون همچنان قراره که بازی آپدیت بشه چرا میگم این کوینا با یه ذریبی قراره حالا یا خودشون برداشت بشن یا یه کوین جدیدی تو بازی بیاد بگه آقا حالا پرافیت یا سکاتو تبدیل کن به اون کوینه اون کوینه رو حق برداشت داری که اون کوینه همون یا همستر یا یه کوین دیگه است یعنی در اصل دو تا کوین لانچ کنن دارید گیج میشید الان باستر میکنم بعد این قضیه لانچ کوارتر سوم داره کرکتر و اسکین میاره از همین الان هم من بهت میگم اینا چین هن 90 درصد میدونم هم دارم درست میگم از همین الان چی قضیه این کرکتر و اسکین الان یه قدرت پرافیت داری دیگه داری ماین ما میکنی دیگه بهت میگه آقا مثلا برای همسترت فلان اسکینو بگیر پرافیتت 20 درصد میره بالاتر به این مثلا قیافه همستر دوز میشه نمیدونم مثلا رنگش سفید میشه میگه با این همستر پرافیتت انقدر میره بالاتر درصد سودت انقدر میره بالاتر که اینا خیلی با عقل من جور در میان چرا که حس میکنم که امیدوارم اشتباه کنم چون اگه اینجور بشه کوین اون قیمت ارزشی که بخواد بگیره رو نمیگیره همستر میشه شبیه تقریبا بازی های سبک ماینینگ یعنی چی یعنی شما های خرج میکنی کرکتر تو میکنی آپدیت میکنی برای اینکه سکاتم بیشتر بشن درآمد روزانت بیشتر بشه پول خرج میکنی داخلش طبق تجربه دارم اینا رو بهت میگم پرافیت ساعتیت هی بره بالاتر که داخل بازی های ماینینگ این همون هش ریت میشه هش هی میره بالاتر مثلا میگم درآمد روزانت ثابت میشه رو 7 دلار خب جولا اینکه که بد نیست چه عیبی ای داره عیبش اینجا مشخص میشه که یه الگوی مرده است این بچه ها. خیلی بده هیچ بازی ماینینگی ما نداریم که کوینشو بتونه ثابت نگرداره یا خوش قیمت نگرداره چرا همه فروشندن دیگه آقا تا یه جایی مارکتش کار میکنه یعنی چی اول اینکه از حالت فنتوکن کاملا خارج میشه با این کاری که بخوان انجام بدن که امیدوارم انجام ندن من دارم خیلی بدبینانه بچه به قضیه نگاه میکنم من تا من همیشه نیمه خالی لیوانو میبینم اینکه همستر شبیه اینجور دست بازیا بشه که احتمالش هم گفتم خیلی بالاست طبق چیزهایی که رو رودمپش نوشته یه جورایی اینجور میشه که تا یه مدت همه پول میذارن هیچ کرکتر شاخ درکنن، کنن پرافیتشون بره بالاتر درآمد ثابت به دست بیارن کوینش از یه جایی به بعد شروع میکنه با افت کردن مثل خیلی از کوینای گیمینگ الان بهتون نشون میدم مثالشو که من برای مثال اینجا میتونم کلی گیمو بهتون نشون بدم که همشون درصد منفی شدنشون چند برابر مثبت شدن است اینا همشون بازیای سبک ماینره که اصلا بعد یه مدت هم بچه ها بسته میشن چرا بلاک چین مریضه. این بازی ها اصلا کلان بازی های مریضی هن. و اکوسیستمشون مرده است چون از یه جایی به بعد همه میخوان برداشت کنن فقط فقط ریزش داره از حالت فنتوکن هم در میاد دیگه دید دید نات کوینی نیست بش دید, دید دید یه دونه بازیه که برای درآمد فقط همه داخلش اومدن درسته که همه برای همین قضیه اومدن ولی این حالتی که من دارم بهتون میگم اصلا یه حالت شاید کلاورداری حتی ایدا کنه که احتمالش خیلی کمه نیازی هم به کلاهبرداری ندارم. تو به امید این که مثلا میگم ماهی یه میلیون تومان از این دربیاری میری فرض کن دو سه تومن خرج میکنی میبینی زمان برداشت که رسیده انقدر قیمت کوین اومده پایین که به جای یه تومن 50 هزار تومن برداشت کردی اینا رو دیدم که دارم میگم و احتمال بالایی میدم همسترم هم بخواد از همین راه کوینش رو پخش کنه این نظریه شخصی منه و تیم دتک ما ممکنه اشتباه کنیم و امیدوارم اینجور نباشه البته این نظریه رو میگم بهتون گفتم بچه ها. این نظریه کاملا بدبینانه است حالا خوشبینانه چی میشه خوشبینانه ترین حالت اینه که اجازه بده سکاتو همینجور که هستن برداشت کنی یه لول از این پایین تر چی میشه بگی پرافت بردارید عادلانه ترین چیزی که بخواد پخش کنه بچا پرافته چرا برید تو قسمت ماینرتون خب لیگتون رو باز کنید ببینید قوی ترین نفری که الان تو همستره خب تو لیگ آخر پرافتش 2.5 میلیونه قوی ترین نفر کسی هم که تازه همستر شروع کرده باشه بعد یه هفته همین تو کانال ما کومبو و اینا رو بزنی پرافیتت میرسه به 400 500 هزار تا یه هفته حالا در روز بالاتر یا پایینتر بدون دعوت دوستان تازه صحبت میکنم اینو بهت گفتم که بدونی این میشه عادلانه ترین راه یعنی فرق تو با اونی که میلیون ها نفر آدم رو برده چیز زیادی نیست نهایت میشه دو برابر نه صد برابر نه هزار برابر مثل نات کوین پس عادلانه ترین راه اینه که با پرافیت اجازه بده ما برداشت داشته باشیم یعنی بگی آقا کوینای پرافیتتون کاملا برداشت میشن آسون این راه برداشت و ناعادلانه ترینش این کوین است بعد بینانه ترینش هم اینه که همون قضیه حالت گیمینگی که بهتون گفتم پیش بیاد یکی دونمون کوین لانچ کنه و بگه اینو تبدیل کن اینو بخر که اینجور بشه درصد مایانه افت قیمت کوین این بلا ها سرش بیان البته به خاطر محبوبیت بالایی که داره اولاش فکر نمی کنم ارادی حتی تو حالت گیم براش پیش بیاد چرا که تب تب عکس اینفینیتی تقریبا عکس اینفینیتی کسی بود که درآمد از بازی های شروع کرد و همستر کمبت اصلا یه چندین لول از اون بالاتر و کسی نیست که تقریبا دیگه اینو نشناسه سر همینه که زمین خوردنش خیلی سخته اما ناممکن نیست حتی عکسی هم با اون عظمتش زیاد نتونه سر پا وایسه بعد یه مدت خورد زمین البته بیشتر به خاطر قضیه هکش بود 600 میلیون دلار دزدیدن ازش اطلاعات بیشتر در مورد عکسی بماند الان صرفه نداره نرید دنبالش سرچ نکنید عکسی را چگونه پلی بدهیم الان دیگه نمی مثل قبلا خب این از قضیه نظر ها رو بهتون گفتم تو کامنت ها بنویسید با کدومش موافقی به نظرت کدومش رخ میده کمتر از یه ماه دیگه ما میایم اینجا و صحبت میکنیم قرار نیست این قضیه بسته بمونه تا ابد و اما قسمت بعدی ویدیو دیگه بحث همستر رو میبندیم بریم سراغ اول دو تا ایردراپی که قبلا تو کانال معرفی کرده بودیم اونایی که داخل ایردراپ بابل شرکت کرده بودن به مدت سه روز وقت دارن که برن داخل سایتش این پایین رو کانکت کنن همه براتون تو توضیحات ویدیو میذارم اگرم تازه اومدی تو کانال اینو نمیتونی انجام بدی، این اردراپ قدیمیه الان دیگه قابلیت انجام هیچی نداره نگران نباش اردراپ جدید زیاد براتون داریم اردراپ دیگه ای که چشتون باید بهش باشه بچا نیان نیان هیروز اردراپش از 19 هم رأس ساعت 4 یو شروع میشه یعنی سه روز دیگه هم روز برداشت نیان میرسه چشتون به اینم باشه حالا اینا رو تو روز خودشونم آموزش میدیم و. برای بچهایم که جدیدن تو اینم نمیتونی شرکت کنی الان نمیتونی سیزن بعدش همزمان احتمالا با اردراپ شروع میشه که ویدیو براتون میذارم میتونید شرکت کنید این هم از طریق گیم پول میده هم از طریق انجام دادن تسکای سوشال مثل فالو کردن توییترش لایک کردن پستاش ریپوست کردن و یه چند تا چیز آسون و گیمی که داره از این دو طریق میتونی کوین نیانو به دست بیاری کوینش هم لیست شده است یعنی پول نقده فقط باید به دست بیاد پس اینم میمونه برای زمان برداشت و شروع سیزن بعدش برای اونایی که کلا بار اول میان سراغ این دوتایی که الان گفتم بچه ها نرید اونایی که جدیدن الان فرصتشون نیست الان مهلت ندارن الکی زمان نزار اونی که زمان داره الان چیه ابر بازی ابر گیم چقدر ابر باید جلوش بذارم ابر خفن خوف ایلوویوم که الان داخل ایونت تقریبا فکر کنم 3 میلیون دلاریشیم. شیم اینم هم همچنان اذیتتون میکنن از چه نظر از اینکه فقط فقط برای کامپیوتر و متاسفانه نمیتونی انجام بدی ولی خب هر یه دونه کوین ایلوویوم تقریبا به بین 80 تا 120 دلار میارزه یعنی هر یه دونش بین 6 تا 8 میلیون تومان میارزه از اون ور خب باید حتما سیستم داشته باشه که انجامش بدی تو ویدیو امروزمون میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری بتونید شکار کنید تیرای مختلفو گفتم بهتون آموزش تخصصی میذارم این همون آموزش تخصصی که بهتون قول دادم اونایی که میخوان بدونن اصلا قضیه چیه اول این ویدیو رو ببینید بهتون گفتم که از کجا شروع کنید چه ثبت نام کنید حتی اگر کامپیوتر ندارید پیشنهاد میکنم ثبت نام کنید اونایی هم که کامپیوتر دارن حتما فعال باشید زمان گذاشتن تو بازی بهتون پوینت میده یادتون نره آقا حتی اگه نمیتونی شکار کنی روز یه ساعت براش وقت بذار این از پایرت نیشن بیشتر پول میده این حرفو از جولا بشنو اثبات برداشتشو ماه دیگه احتمالا خودم همینجا میذارم بیشتر اون 100 میلیونی که پایرت نیشن داد از ما گفتن قسمت های قبلیش هم تو کانال هست فقط برید تو قسمت پلی لیست بازی ایلوویوم 17 قسمت ازش داریم یعنی هیچ بازی مثل ایلوویوم تو این کانال کاملا آموزش آموزش داده نشده خب بریم سریع تو بازی آموزش امروز شروع کنم ویدیومون خیلی داره طولانی میشه پول در آوردن انصافا ساده نیست و اگه فرصت براش گذاشته نشه درآمده درآمد پایینی اما اونایی که وقت میذارن برای یه بازیایی مثل این پایرت نایت کرو مطمئن باشید درآمد خوبی داره موبایلی ها هم نگران نباشید بچا هواتونو داریم یه ذره فرصت به ما بدید به زودی بازی موبایل خفن براتون میذاریم با درآمدزایی عالی همین هفته هم براتون میذارم بهتون قول میدم روز چهارش شنبه یا پنجشنبه قطعا براتون ویدیوشو میذارم خب بریم سراغ آموزش آقا اولین کاری که میکنید بحث سنگا رو میخوام باهاتون ببندم ببینید بچا برای شکار ایلو ویو ها شما یه سری سنگا نیاز دارید هر سنگ لولی داره برای شکار کردنشون همیشه باید بیاین اینجا تو قسمت فورج ای رو بزنید کلی آیتم اینجا هست مونتا ما الان با تب شارد کار داریم بچا شما با شارد ایلو ویو میگیرید این شاردا با سنگایی که تو بازی پیدا میکنی قابل ساخته شدنن میگم آقا من الان میخوام شاردای مهم بسازم که بتونم ایلوویو بگیرم چی کار میکنم برای این کار اینو میبندم میرم داخل جهان آخر بازی خب بذارید یه لحظه برای سفر کردن داخل جهان آخر مثلا من میخوام برم داخل همین استیج خوشگله استیج 3 رو انتخاب میکنم چقدر سوخت میخواد 850 تا سوختمو از کجا میگیرم این فیولو باید از قسمت فیول اکسچنج بخرید قبلا تو ویدیو توضیح دادم دیگه این ویدیو نمیخوام صحبت کنم سفر میکنیم میریم اونجا میخوام بهتون بگم از کدوم سنگا به وجود میاد هر چقدر بچه ها استیجتون بالاتر باشه اون سنگا و چیزایی که به دست میارید حرفه ای تره خب اینجا عدد دو رو رو, رو کیبورد میزنی که حالت اصله دوز بشه کیو رو میزنی میگیری دنبال سنگای بازی خب من از همینجا دارم سنگا رو میبینم نمیدونم شما هم میبینید یا نه اینا میبینید این کوچیکارو؟ رو از راه دورم میتونید بزنید ببینید یه تیر میزنید سمت راست سفر اگه دقت کنید داره اسم سنگ و نوع سنگی رو که استخراج میکنیدو مینویسه خلاصه از اینا بعد بگیرید اینا رو که گرفتید اینا میشن متریالای های بازی بچه همه متریال ها از همینا به دست میاد ما هنوزم متریال داریم ما ببینید این خودش یه متریال دیگه است هر کدومش برای ساخت یه چیزی تو بازی نیازه من برگردم دوباره تو قسمت فرج بازی میخوام بهتون یاد بدم تعداد ایلوویا رو ببرید بالا که بتونید تیرهای بالاتر شکار کنید خب بریم سری تو قسمت فورج خب تو قسمت شارت که برید ببینید الان من مثلا میتونم اینو بسازم دیدید قبلا آزاد نبود ولی الان آزاد شد فرج که بزنم ساخته میشه خب بعد سوختش هم بدید اینا رو قبلا توضیح دادم دیگه ویدیوهای خودش رو نگاه کنید حالا بحث اینکه چطوری تعداد زیاد ایلوویو ببریم اینجا بچه باید بگردید دنبال چی بیسیک ایندکس کپاسیتور اینو حتما باید بگیرید تو لول اول اینو که بگیری چه اتفاقی میفته دو تا ایلوویو بیشتر میتونیم ببری چی نیاز داره اینا رو نیاز داره هر کدوم از اینا رو الان بهتون میگم چی میخواد بیشتر میخوای ببری بعد بعد ادونسش رو درست کنی که اینجا چهار تا میتونی ببری باز بیشتر میخوای ببری دیگه باید سوپریمش رو بگیری که 6 تا ببری من الان خودم سوپریمشو دارم چقدر طول میکشه تا ساخته بشن برای من یه روز طول کشید یه, یه روزی وقت گذاشتم چه جور ساخته میشن ببین مثلا میگم آقا من باید از این اینگاتا بگیرم میرم داخل قسمت انگات اینجا رنگا همه مشخصه مثلا میگم این اینگاته که اونجا بود این نیاز به این سنگ و این سنگ داره تو بازی باید بگردید رو بزنید که توش از اینا باشه که معمولا اینا تو استیج 1 و 2 راحت تر به دست میان کمی کمی بعضیاشون تو استیج های بالاترن اینه که نری تو استیج 3 دنبال سنگای مثلا این گاتای ارزون قیمت بگردید اینجوری میبندید بعد آیو میزنید ببین نگاه کن الان من بستمش سوپریم ایندکس کپسیتور بعد همینجوری میگیری از داخل تب این وینتورید میاریش اینجا همونجور که میبینید تعداد لوبیایی که من دارم میبرم خیلی زیاد شدن اینجوری شما میتونی بری و تیرای بالا رو شکار کنی که اینا میشن برات همون پوینت اردراب تازه خب بهتون گفتم ایونت هانت هم داره دیگه تو هر کدومش که تونستید برید و تیرای مختلف پیدا کنید در نظر بگیرید داخل همه جهاناش تیر بالا داره یعنی حتی من تو استیج یک تیر 4 گرفتم بازی کلا بچا 5 تا تیره هر چقدر بالاتر میرید سختتر میشه دیگه الان من میخوام برام مثال یکی رو پیدا کنم بگیرم براتون ببینید اینجا مثلا همین سنگا همین دم دستم هستن میتونم بگیرم هر بارم که میگیرید از انرژیتون کم میشه خب یه نکته مهم بهتون بگم برای شکار ایلوویو همیشه از بالا بیاین پایین نرید دنبالش بالا خیلی سخت میشه گرفتنش ولی رو پایین همیشه بزنید خب بذارید من اینو سریع بگیرم اوه ریز پیزا هم است علی توری نیست داشتون این کار است کرا لگ زد خب همینجا تیر میزنید وایسا کجا میری به با هم دوست باشیم اینجا میتونید استیج سخت بازی رو ببینید که گرفتن چقدر توش واقعا اذیت کننده است من دارم اینو میزنم از اون بالا از اون موجودات ریز پیزا هم دارن منو میزنن خب گرفتمش بریم اینو بگیریم میریم کنارش حرف ای رو می‌زنیم، آ رو می گیرید که برید تو قسمت فایت ببینیم تیر چند بهمون می‌افته. بهتون گفتم برای اینکه تو پوینت بالا بگیرید را اینه که فقط بازی کنید یعنی حتی اگه ایلوویو نمیتونی کار کنید بابت هر ساعت داره به شما بازی پوینت میده خب من سری بچینمشون خیلی سخت نمیگیرم چون من یه لول دیگه هم مثلا اونا بچه ما چند خب اینم بندازم رو این استارتو میزنیم و جنگ آغاز شد اینا رو میبینید بچه رنگشون فرق میکنه یه ایونت الان تو بازی در حال برگزاریه اینا خودشون پوینت دارن یعنی یه پوینت دیگه علاوه بر پوینت های ایر دراب. اینجا داره پخش میشه حالا جلوتر یه گریزی هم میزنم به اونا بهتون نشون میدم هم در نظر بگیرید چه بزن بزنی شد در حال زدنیم یا خوردنیم نه زدیم تموم شد رفت سنگ بخوریم زشته عجب خب نم نفر آخر بمیر دیگه بمیر و اینم تمام شد خب من بردم حالا برای گرفتنشون نگاه کنید خب مثلا این فیله رو میخوام بگیرم چون میدونم تیرش بالاست فکر کنم تیر سه این فیله اینو که روش بندازم 67 درصد شانس داره اینو که روش بندازم 89 درصد 89 رو میزنم که 100 درصد راحت بگیرمش خب خب جون میکنه همچنان و گرفتیمش یه کارت لول 5 تیر شم هم میخواین ببینید دکمه آی رو بزنید برید داخل قسمت اپتیند اینجا بهتون نشون میده این بچه نگاه کنید الان یه دونه کارت تیر 3 امیدوارم لذت برده باشید نظرتونو رو بنویسید تا بیدی بدی علی خدافزمگی